گروه از ساکنان راغون پشت در میلیسخانه ناحیه فردوسی دوشنبه جمع آمدند تا سبب بازداشت ده ها نزدیکشان را بفهمند. دوام چهار روز اخیر در پی عملیات کارمندان پلیس ده ها نفر ساکن دهه قلعه نوی شهر راغون بازداشت شده است. دو بچه ما قتل میرم وردن به گپ و به خبر یگون گپ نگذاشتن. نامش کنجایف بحرلو، کنجایف امرلو، کنجایف کی اسماعیل هر سه شب به گلو این همی در مسجد رفتن همه چی خیلی که مصفیدان نماز میکنن همه خیلی نماز کندن صندوق ها مونه کفتن خونه ها مونه کفتن همه جا را کفتن این همی کتاب کفتن این همی صورت گرفتن خونه ها را صورت گرفتن کتاب های قرآن را بروردن گرفتن من از جیانم کنجایف اسماعیل نابالی غیر تولد این آده هفته یگون چای دست وای نمی آم الف بیت را وای نمی دونه سواد هیچ چی نداره با یگونه بچه دم اویلا یک بچه چورت دختر انا مو بچوی من هم چرا نمی دونن بچه گولا کی نو بول غدا بین هم 35 اودا وای نو بولی غای تولد جنا ده هفت مقامات بن نزدیکانی بازداشت شده ها گفتند بازداشت این گروه ساکنان با گمان پیروی با جریان ممنوع سلفیه صورت گرفته است. ساکنان شماره بازداشت شدگان را بیشتر از 30 نفر می دانند. آنها می گویند از زمانی بازداشت تا حال دیدار با نزدیکانشان نداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید حالا تفتیش ادامه دارد و معلوم نیست که در نسبت به چند تن از این بازداشت شدگان عیب اعلان می شود. در ما منشد که چیز خیلی قراری سیدی اولی تفتیش میکنم میبینم که چند روزه باید خیلی آزه هستم نیستم مایه نکنم بعد اول کورش بسیار رو تفتیش میره تو تفتیش مایه نکنم. دادگاهی عالی تاجیکستان چند سال پیش سلفیه را یک جریان خطرناک برای امنیت ملی کشور نامید و فعالیتش را ممنوع کرد. در تاجیکستان همه سالت ده ها نفر پیرو این جریان ممنوع بازداشت و از زندانی می شوند.